مهمترین عناوین خبری هفته. تعطیلات خونین در تورنتو. بخشش بدهی مشتریان بانک چیس در کانادا. تغییرات اقلیمی و افزایش بیماری در کودکان کانادایی. افزایش بی سابقه دستمزد در کانادا. هشدار شرکت برق کبک درباره پیامک‌های تقلبی. کاهش سرویس‌های حمل و نقل عمومی در کلگری. طرح ساخت بزرگترین پارک شهری در مونترال. سرمایه‌گذاری دولت کبک برای تازه مهاجران. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. به کانادا هفت این هفته خوش آمدید. در پی حملات مرگبار در نقاط مختلف شهر تورنتو در آخر هفته 3 روزه در کانادا، رئیس پلیس تورنتو ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین حوادثی از افزایش اقدامات امنیتی در سطح این شهر خبر داد. در طی روزهای شنبه تا عصر روز دوشنبه گذشته 17 مورد حمله با اسلحه در تورنتو گزارش شده است. از ابتدای سال 2019 تا کنون 98 مورد حمله با سلاح گرم در شهر تورنتو گزارش شده است که به کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن 108 نفر انجامیده است. در پی این حملات آقای جان توری، شهردار تورنتو، در بیانیه‌ای برای چندمین بار خواهان اجرایی شدن قانون منع حمل اسلحه توسط شهروندان شد. رئیس پلیس تورنتو نیز در آخرین اطلاع رسانی درباره این حوادث وجود این ناامنی‌ها را با باندهای خیابانی مجرمان و تبهکاران تورنتو مرتبط دانست و از افزایش مقابله نیروهای پلیس با این باندها خبر داد. روز پنجشنبه 8 آگوست مؤسسه مالی چیس که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد اعلام کرد همه بدهی تمامی مشتریان کانادای این بانک که از هر کدام از دو کارت اعتباری آن استفاده می کنند بخشیده خواهد شد. این اقدام به دنبال تصمیم این مؤسسه در خروج از بازار کانادا انجام می شود. به گفته مسئولین این بانک، مشتریانی که از ماه ژوئن سال 2019 تا کنون بدهی به این بانک داشتند، مبلغ بدهی آنها بخشیده شده است. این مؤسسه مالی پس از 13 سال فعالیت در کانادا از بازار کارت‌های اعتباری کشور خارج شده است. بر اساس گزارش انجمن سلامت عمومی اونتاریو، تغییرات دمایی کره زمین سلامت کودکان را در کانادا به خطر می‌اندازد. این سازمان در گزارش جدید خود هشدار داد تغییرات اقلیمی بر افزایش محرک‌های تشدید کننده بیماری آسم تأثیر مستقیم دارد. همچنین این تغییرات با افزایش جمعیت کنه‌ها که ناقل بیماری لایم هستند، احتمال ابتلای کودکان به این بیماری را بالا می‌برد. همکنون بیماری آسم یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه کودکان به اورژانس بیمارستان‌ها در کانادا است. افزایش گرمای شدید نیز که از پیامدهای تغییرات اقلیمی است، احتمال ابتلا به انواع بیماری‌ها را خصوصاً در بین کودکان تقویت می‌کند. بر اساس آخرین گزارش سازمان آمار کانادا از بررسی نرخ بیکاری و عدم دسترسی به مشاغل در ماه گذشته، این کشور بیش از 24 هزار عنوان شغلی را از دست داده است. با این حال رشد دستمزد در ماه جولای به رقم 4.5%، یعنی بیشترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است. به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی RBC، مؤسسات مالی بزرگ و بانک‌ها انتظار دارند وضعیت استخدامی نیز در نیمه دوم سال جاری بهبود پیدا کرده و روند صعودی پیدا کند. شرکت برق استان کبک روز جمعه 9 آگوست به مشتریان این استان در ارتباط با دریافت پیامک‌های جعلی و کلاهبردارانه به نام این شرکت هشدار داد. این شرکت در این بیانیه از مشترکان خود درخواست کرد در صورت دریافت هر گونه پیامکی به نام این شرکت، از باز کردن لینک های موجود در پیامک ها و همچنین از افشای اطلاعات محرمانه کارت های اعتباری خود خودداری کنند. این شرکت اعلام کرد که هرگز با مشتریانش از طریق پیامک تماسی برقرار نخواهد کرد. اما کاهش سرویس حمل و نقل عمومی در کلگری،
سیستم حمل و نقل عمومی شهر کلگری از کاهش ارائه خدمات در اکثر مسیرهای تردد در پاییز 2019 خبر داد. این کاهش خدمات رسانی پیامد کاهش بودجه 60 میلیون دلاری است که ابتدای سال 2019 توسط شورای این شهر به تصویب رسید. مسافرین هر دو مسیر قطار C از آغاز ماه سپتامبر ناچار خواهند بود در ساعات غروب و روزهای آخر هفته زمان بیشتری در انتظار قطار بمانند. در ماه فوریه 2019 پس از آغاز به کار خطوط حمل و نقل مکس در این شهر، سازمان حمل و نقل کلگری از افزایش نسبی تعداد مسافرانی که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند خبر داده بود. مقامات شهر مونترال از طرح ساخت بزرگترین پارک شهری کانادا در این شهر خبر دادند. خانم والری پلانت، شهردار مونترال اعلام کرد این پارک 3000 هکتاری پس از پایان ساخت 8 برابر بزرگتر از سنترال پارک در نیویورک و 15 برابر بزرگتر از مونت رویال پارک در دانتان مونترال خواهد بود. خانم والری ساخت این پارک را بزرگترین اقدام این استان در جهت حفظ طبیعت آن از 150 سال پیش تاکنون دانست. و در پایان دولت استانی کبک از اختصاص بودجه سالانه 20 میلیون دلاری در طرح جدید خود برای کمک به ادغام تازه مهاجران در محیط و فرهنگ این استان خبر داد. آقای سیمون برت وزیر مهاجرت این استان اعلام کرد این طرح شامل آموزش زبان فرانسه، آشنایی با بازار کار این استان و شهرهای مختلف آن خواهد بود. در این طرح استقبال از تازه واردین از بدو ورود آنها به فرودگاه آغاز خواهد شد و اولین پذیرش رسمی این تازه مهاجران نیز نهایتاً تا 5 روز بعد از ورود آنها به استان کبک انجام خواهد گرفت. تمرکز بر نیازها و شرایط فردی هر یک از تازه مهاجران از اولویت‌های این طرح خواهد بود. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. تا هفته دیگر و کانادا هفته دیگر، خدا نگهدار.